ببینید 10 سال گذشته وقتی که آمریکا به عراق حمله کرد، کشور روسیه بحث میشد بین مردم که آیا این کشور روسیه داره میره بشه یکی از کشورهای عقب افتاده جهان سوم مثل برزیل یا هندوستان. اون زمان ها 11 سال قبل 10 سال قبل، امروز روسیه اون کشور نیست دیگه. شما نمیتونید اصلا یه نفر رو پیدا بکنید که تحلیل بده که کشور روسیه داره میشه مثل یک کشور جهان سومی آمریکای لاتین مثل برزیل و آرژانتین. نه، امروز کشور روسیه در حیطه سرمایه‌داری، رژیم سرمایه‌داری خیلی خیلی جلو اومده، طبقه سرمایه‌داران اونجا قوی شدن، دولتشون، نمایندگانشون خیلی قوی هستن. اینها به اون شکلی که اون زمان یا سکوت کردن یا خونسا شدن در مقابل حمله نظامی آمریکا روز روشن به کشور عراق، امروز روسیه اون شرایطو نداره، یعنی شرایطش 100% بهتر از اون زمانه که سکوت بکنه. حتی میاد بعضی وقتا بلافاصله، نه اینکه مخالفت میکنه، پشت مخالفت نظر میاره، میگه این پروپوزل منه، این پیشنهاد منه. مثلا اینا مخالفت میکنن که آمریکا همون حرکتی رو که در لیبی کرد در مورد سوریه انجام بده. خب نه تنها میگن که شما نباید این کارو بکنید، بلکه میان یک لایحه تقدیم میکنن به سازمان ملل متحد که این لایحه مال لایحه روسیه است در مورد حل مسئله سوریه. این با اون 9 سال 10 سال گذشته هم یه تفاوت بزرگی کرده. حالا به اضافه کشور روسیه، اون وقت این پدیده چین هم خیلی مهمه. ببینید شما توجه کنید که یک زمانی چین یک کشور به اصطلاح چین توده‌ای بوده، چین عهد ماوستونگ بوده، اصلا نمیتونسته با آمریکا در حیطه‌های بازار و نیروهای نظامی هوایی رقابت بکنه. ولی امروز چین یک کشور بزرگ سرمایه‌داریه که آمریکا را در حیات خودش در اون گستره ویژگی‌های سرمایه‌داری جهانی شده به چالش می‌طلبه و در بعضی بخش‌ها می‌بره در این چالش‌ها، در این رقابت‌ها بین دو تا کشور بزرگ سرمایه‌داری امپریالیستی. بعضی وقتا آمریکا می‌بره، بعضی وقتا روسیه می‌بره، بعضی وقتا چین می‌بره، ولی بعضی وقتا هم حتی تبانی می‌کنن. امروز توجه کنید که کشور چین اصلا مخالف گلوبالیزاسیون نیست، مخالف جهانی‌گرایی نیست، مخالف جهانی شدن سرمایه نیست، چون اونا بزرگترین سرمایه داران دنیا امروز اگر بعد از آمریکا در چین زندگی میکنن، در چینی هستن، در اونجا اینها گلوبالیزاسیون و جهانی‌گرایی رو میخوان، ولی بدون هژمونی آمریکا. نه اینکه اینا بیان بگن که ما میخوایم سوسیالیست بشیم، نه، اینا دیگه شدن سرمایه‌دار بزرگ و دارای سیاست‌های امپریالیستی هم دارن در آفریقا و آمریکای لاتین و خاورمیانه. و تمام این المانت‌ها را، یعنی تمام این اجزا را باید در نظر بگیریم، چون واقعیت اینه که امروز جهان ما دیگه اون جهان 100 سال گذشته نیست که اکثر کشورها دارای اتونومی و خودمختاری باشن. خیلی چیزا عوض شده. امروز کشور ایران هیچ وقت دیگه تافته جدا بافته نیست، مسلمن در ادبیش، در شعرش، در رقص و آوازش، در موسیقیش، بله، اون اتونومی هنوز در ایران وجود داره. بدون رژیم جمهوری اسلامی یا با رژیم جمهوری اسلامی، بدون شاه با شاه، اون میره جلو، اون هنوز هست. ولی در بخش‌های بزرگ سیاسی اقتصادی جهان دیگه ایران مثل همه کشورهای جهان تافته جدا بافته نیست و این اوضاع بین‌المللی مسلماً در فعل انفعالات
ایران نقش بازی خواهد کرد در آینده. و پس در نتیجه حمله احتمالی آمریکا هر روز به قوت خودش باقی است به نظر من. افکار عمومی رو هر روز اینا آماده می کنند برای اون، منتها با این مشکلات هم در درون در ارتباط با اجماع روبرو هستن، بین خودشون به اجماع نرسیدن، ممکنه برسن ولی حالا بیرزود نداره. در مورد اوضاع خارجی هم نمیدونن که عکس العمل کشور روسیه در درجه اول، بعدا چین در درجه دوم در ارتباط با حمله نظامی آمریکا به ایران چه خواهد بود. شما توجه کن که اگر آمریکا به همون شکلی که رفت عراق و گرفت و به مستعمره خودش تبدیل کرد، تمام این جریانات که میگیم نمیدونم اینا از عراق میان بیرون و اینا، اینا همهشون شوبر بازیه. امروز کشور عراق به مستعمره آمریکا تبدیل شد. افغانستان به گفته نویسندگان مجله عقاب که تبها از بخش شونه جاوید گذشته در افغانستان منتشر میکنند، من شماره دومشون رو میخوندم، در شماره دوم عقاب اینا نوشتن که کشور افغانستان یک کشور مستعمره است، نه نیمه مستعمره. نمیگن نیمه مستعمره و نیمه فودال، میگن نیمه مستعمره، یک کشور مستعمره است، مستعمره آمریکاست. آیا چین اصلا امکان داره که بره جلو به عنوان کشور سرمایه داری ولی بذاره که ایران به دست آمریکا بیفته؟ اگر ایران به دست آمریکا بیفته، چین در حیطه انرژی و نفت 100% باید نوکر آمریکا باشه. خب به همین دلیل هم آمریکا دندونش تیزتره دیگه. بله، یعنی همه این فاکتورها را ما در نظر میگیریم و در این حال میگیم که اینها، این دولت آمریکا شبها هم آسوده به خواب نمیره. بله. به رخت خواب نمیره. بله. این دولت، این رژیم میخواد با اعلام جنگ علیه مردم جهان، علیه کارگران در آمریکا، علیه ملل در آفریقا و آسیا، از سقوط هژمونی خودش جلوگیری بکنه. بله. راستش در واقع همین نکته‌ای که اشاره کردید بیشترین خطر رو نشون میده، که میدونه راه بستن گلوگاه چین آمریکا میدونه چیز و کجاست. یک چند تا نکته رو باید در نظر داشت. یکی در مورد لیبی، شواهد نشون داد که چین و روسیه راضی نبودن. خود قذافی هم به این اعتقاد داشت، به همین خاطر هم تا اون آخر ایستاد. درسته. بعد یکی نکته دیگر، اینا اومدن در مورد افغانستان، در مورد عراق، در مورد لیبی و همینطور بعدن سعی کردن در مورد مصر که با اون کاری که به نظامی ها واگذار کردن اپوزیسیون ساختن، ولی در مورد ایران نتونستن تا الان. ولی این سوال رو مطرح کنیم، حالا اگر این فاجعه به وقوع پیوست انجام شد، یعنی تجاوز ناگهانی شد و بمباران ها و نابودی ها و تباهی ها، وقت روسیه یا چین با آمریکا به جنگ میرن یا سعی میکنن جلوی آمریکا رو بگیرن، بعد از این فاجعه چه خواهد شد؟ بله، یکی دیگه، بله، یک نکته خیلی مهم اینه که ایران در محاصره است. یعنی همه کاری که آمریکا تا الان کرده ظرف 20 سال اخیر، هر روز بر محاصره کامل ایران افزوده. و چرا؟ درسته. این سوال از خودمون بکنین چرا. بعد تازه با این تفاوت که ترکیه هم این اجازه استقرار دفاع سفر موچکی رو هم به آمریکا داد همین چند وقت پیش. بله، اینو روش کش پایگاه این چرلیک. بله، اونم، بله، اونم با این اجازه که زیر نظر آمریکا کار دولت عثمانی رو ادامه بده، برای بره کشورهای اسلامی هم بشینه پای میزشون و اینا، این اجازه رو گرفت. همینطور هم معلومه در مورد نظامیش هم راضی شد دولت آمریکا که و ناتو که ایشون با این ترتیب عمل کرد. و این هم هیچ که بهش نداده بود، ترکیه اجازه داد. بعد حالا با توجه به این شرایط ما فکر کنیم اگر این فاجعه به وقوع پیوست،
بعدش اینای دیگه چیکار میکنن؟ خیلی باید بیش از این هوشیار باشی. بله. اینکه به بحثایی که کناره هست ممکنه بشه ممکنه نشه، در مورد عراق هم همینطور بود، خیلی گفتن حمله نمیکنه. و یا در تجاوز عراق به ایران، خود خمینی گفت حمله نمیکنه. عراق حمله کرد، یک میلیون کشته و زخمی، هنوز که هنوز ملتمون بیمار و هنوز ملت در سراشیبی است. و این که خیلی بدتر از اون خواهد شد. این مسائلی نیست که ازش به آسانی گذشت، خیلی راحت مثلا نشه تحلیل کرد. باید بیدار بود، ایستاد، هوشیار بود. اگر هم نشد این درسته. اینی که من در آغاز صحبتم گفتم که حتی احتمال شما 1% حساب بکنیم، باید به اون هوشیاری خودمون اضافه بکنیم، باید بیباکانه فرمول بندی بکنیم استراتژی هایی رو که میتونیم در خدمت مردم ایران بذاریم و از کشور ایران دفاع بکنیم. درود بر شما. با جا پارسا بنا، میخواستم در مورد بستن تنگه هرمز اگه میشه به طور خیلی مختصر توضیح بفهمید. میدونم که طولانی شد ولی در گفتگو همین بس که بگیم که تنگه هرمز جزو 7 تنگه کل کره خاکی است، که 7 تنگه مثل تنگه باب المندب و تنگه های دیگه مثل تنگه پاناما، این تنگه ها برای نظام جهانی سرمایه خیلی مهمه. یعنی این تنگه های آبی مثل تنگه هرمز واقعا جریان حرکت خون این بدنه هیولاییست که امروز به اسم سرمایه‌داری واقعا موضوع در جهان داره حکومت میکنه، حاکمیت پیدا کرده. اینه که این تنگه ها خیلی مهمن. ببینید شما اگر تنگه هرمز رو تسخیر نظامی بکنید، اون وقت شما میتونید به تمام کشورهای جهان که از این تنگه 40% 50% بر حسب اینکه کدوم کشور رو میگید، ژاپن مثلا، چین، خیلی از انرژی این تنگه استفاده میکنن برای رشد خودشون، برای رشد اقتصادی خودشون، همون رشد اقتصادی سرمایه‌داری خودشون. بله. بس از مثلا کشور هلند کمتر از کشور چین، آلمان بیشتر از هلند. در نتیجه این تنگه ها خیلی مهمه. تنگه هرمز هم از نظر اینکه تمام کشورهای خاورمیانه رو که از اعضای اصلی اوپک هستن و سه تاشون از تولید کنندگان و صادر کنندگان بزرگ اون 13 کشور درون اوپک هستن، عربستان سعودی، عراق و ایران، در اون خلیج قرار گرفتن و از اون تنگه است که اینا، تنگه هرمزه که نفتشون رو صادر میکنن. بله. اینی که مثلا هم از نظر استراتژی انرژی و نفت و اقتصاد خیلی مهمه، هم از نظر دقیقاً سیاسی و ژئوپلیتیکی. یعنی شما اگر به تنگه هرمز کنترل داشته باشید، یعنی به طور تنهایی آمریکا بیاد تنگه هرمز رو اشغال نظامی بکنه، هم عمان رو بگیره هم ایران رو بگیره، تنگه هرمز رو داشته باشه، اون وقت میتونه به تمام رفقا و شرکا و رقبا و دشمنان خودش رو دیکته بکنن. بله. بله. این مثلا در مورد چین بیشتر فکر میکنه. ببین چین اگر اینا تنگه هرمز رو بگیرن بیشتر صدمه میخوره، در صورتی که دولت روسیه نه تنها صدمه نمیخوره بلکه قیمت نفت در جهان میره بالا. اونا بزرگترین صادرکننده نفت خارج از اوپک هستن. دولت روس، کشور روسیه یکی از دو کشور، سه کشور بزرگ جهانه مثل مکزیک و کانادا که صادرکننده نفته ولی در داخل اوپک نیست. بله. این خیلی اینا تمام مسائلی که باید در نظر حمله به ایران، حتی احتمالش هم هر چقدر باشه، حمله به ایران با حمله به عراق تفاوت میکنه. مطمئنن اصلا قابل مقایسه نیست. دنبالش تا جایی پیش میره که غیر قابل کنترله.